مارها حیوانای بی دست و پا و خطرناکی هستن که میتونن یک فیل رو از پا در بیارن. اما جالبه بدونین همین مار هرچقدر که قوی باشه گاهی مواقع در مقابل کوچکترین حریفها هم شکست میخوره. تو این ویدیو میبینیم که یک شاه کبرا چطور از یک مرغ شکست میخوره و نمیتونه به هدفش برسه، چون نیروی مرغ بهش غالب میشه. اگه میخواین این ویدیو رو تا آخر ببینید کانال دانستنی پنهان رو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنید. تو ویدیوهای قبل در مورد مارها زیاد گفتیم که یکی از زهردارترین مارها شاه کبراست، ماری که میتونه نزدیک به 8 متر رشد کنه و سم زیادی هم داره. بخش کمی از سم این مار توانایی کشتن بیش از 100 انسان رو داره و میتونه به زندگی بیش از 100 انسان پایان بده. اما همونطور که اول ویدیو گفتیم، امروز قراره ببینیم که چطور یک شاه کبرا از یک مرغ شکست میخوره. این مرغ مادر بعد از احساس خطر بچه هاش رو به گوشه‌ای جمع کرده تا اونها تو خطر قرار نگیرن. بعد از چند ثانیه شاه کبرا به قصد شکار کردن مرغ و بچه هاش وارد میشه و مرغ مادر سعی میکنه تو همون لحظه شکارچی رو برگردونه، ولی مار بیخیال نمیشه و سعی میکنه تا راههای دیگه ای رو انتخاب کنه، اما ناموفقه. بنابراین سعی میکنه تا مثل راه اول به سمت مرغ مادر بره. شاه کبراها تبحر خاصی تو حمله مستقیم دارن. اونا وقتی مستقیم حمله میکنن سعی میکنن تا با یک نیش زدن طعمه رو از پا در بیارن. حمله مستقیم شاه کبرا جواب میده و اون رو به مرغ و بچه های مرغ نزدیک میکنه. شاه کبرا چند حمله به سمت مرغ انجام میده، اما مرغ از خودش و بچه هاش دفاع میکنه. شاه کبرا سعی میکنه تا حریف اصلیش رو شکار کنه، چون با شکار کردنش میتونه چندین طعمه داشته باشه. به خاطر همین پا پس نمیکشه و حملاتش رو بیشتر میکنه، ولی مرغ بچه هاش رو از مخمسه نجات میده تا اینکه یکی از جوجه ها اون کنار گیر میکنه، ولی مرغ مادر به خاطر اون یک بچه خودش حملاتی به سمت شاه کبرا انجام میده تا اون جوجه هم طعمه مار نشه. شاه کبرا که از شجاعت و قدرت این مرغ ماتش زده بیخیال شکار میشه و پایان جنگ رو با حمله نکردن اعلام میکنه. به نظر شما اگه این مرغ جوجه هم نداشت میتونست اینقدر محکم و قوی مقابل شاه کبرا بایسته؟ نظراتتون رو برامون کامنت کنید. مرسی که تا اینجای این ویدیو با ما همراه بودین. این ویدیو رو لایک و کانال دانستنی پنهان رو سابسکرایب کنید.